شعرهای دیرینه ایران که بسیار هستن ولی ستاره هاش خیلی کم هستند، کدوم یکیشون رو بیشتر از همه دوست داری؟ والا من یکی از مریدای حافظم، عاشق شعرهای حافظم و اکثر شبهای و روزهایی که دلم خواهد کتاب بخونم سعی میکنم شعرهای حافظ رو بخونم و خیلی علاقه مندم به شعرهای حافظ. فال حافظ هم غیبی بودم. که خیلی از هموطنانمون هم نیست این گونه هستن. حافظ همونطور که لسان غیب، یعنی زبانی که از آن سوی زندگی ها می آید. واقعا من که مرید حافظم. من چند بارها گفتم که اگر پیامبران به ویژه حضرت محمد نمی گفت که من خاتم پیامبرانم، پیامبر انسان های بسیاری بودن که حافظ رو، مولوی رو، خیام رو نیز به عنوان یک پیامبر صلح و صفا و آرامش و زیبایی کلام بپسندن و بپذیرن. لیلا جان، ما یکی از غزلیات حافظ رو برای شنوندگان ما بخونید. یعنی خوندم به دو نوعها، یعنی هم غزلی هم آواز بخونم تا دیگه ما خیلی صدای اسم. گرفته و سرما خورده اصلا حرفش رو نمیتونم بزنم. چون در ابتدا گفتی صدات گرفته، فکر کنم شنوندگان ما در این کتاب دیوان حافظ هست. من 100% یکی از شعرهای خیلی زیبای حافظ رو براتون میخونم. خیلی متشکرم. اگه یه جای اشتباه کردم دیگه خواهشونم. حافظ میگه: یاری اندر کس نمی بینم، یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، قصر فرخ‌پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد و یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ آفرین و درود لیلا. نمیخوای آواز هم بخونی برای شنوندگان؟ واقعا صدام گرفت. چون اینطور که همه ما شنیدیم میخوام یکی از اینو بخونم، ولی اگه خراب کردم دیگه خودتون. نه خواهش میکنم، واقعا صدام گرفته. حتما خیلی شنوندگان عزیزمون خوشحال خواهند شد. لاری از کاری مروفت، لاری از کاری چه شد؟
چه شد اندلیبان را چه حال افتاد، هزاران را چه شد و خیلی واقعا همونطور که خودت هم اشاره کردی جای تاسفه که جو کلونی هنری در چون دیگه جون هم داریم به برنامه می‌رسیم قبلش اشاره کردی به اریک. می‌دونی که اریک هم امشب می‌خواست با ما باشه ولی چون می‌دونی اریک پدر بزرگ شده بهش تبریک می‌گیم از همینجا، نتونستیم امشب اینجا حاضر بشه در فرصت‌های آینده. و اینو من می‌خواستم در پایان تو یک توضیح کوتاه بدی چون وقت زیاد هم نداریم. یک آهنگ جدید خودت ساختی، آیا در زمینه بیشتر کار خواهی کرد؟ 100% بیشتر آهنگ‌های خودت؟ آهنگ بخبل ناز رو خودم ساختم. من معمولا بعد از این شعری خوشم بیاد و بتونم روش کار بکنم، 100% برگردم این کارو باز خواهم کرد. نیلا جان خیلی ازت متشکرم که پاریس اومدید. از شما متشکرم که واقعا این فعالیتتون رو الان یک سال و نیم تقریبا ادامه دادید و رادیو سوله ایران رو روی پای خودش نگه داشتید. خیلی کار مهمی دارید میکنید، تبریک میگم بهتون. زنده باشید. خیلی متشکرم، مرسی، ازت تشکر میکنم و انشالله که در آینده زود بزنید باز دوباره تو اینجا ببینیم. در خدمت باشید. خیلی متشکرم. قربان شما. گفتگوهای تاریخی سیاوش اوستا با شخصیت‌های ایران و جهان، رئیس جمهور، نخست وزیران، وزرا و سناتورهای فرانسوی، نخستین زن فضانورد جهان، رئیس جمهور پرتغال، دبیر کل یونسکو، فرزند فیدل کاسترو، عزیز نسیم، مهندس بازرگان، داریوش فروهر، محمد علی فردین، آذر شیوا، شیخ علی تهرانی، خواهر سید علی خامنه ای، فرزند خمینی، آیت الله منتظری، شاه ازناور، فرهاد، اکبر گلپایگانی، دکتر کوروش آریامنش، دکتر ابراهیم یزدی، ژنرال هنری پاریس، جوزه بووه، آری بن مناشه، مشاور امنیتی نخست وزیر اسرائیل، غوژ اغنو، پیر مقیون، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه، مارشال منش، هنرپیشه هالیوود، روبرت منار، دبیر کل گزارشگران بدون مرز، پیر هانری، دبیر کل فرانس تغ دازی، هوشنگ سیهون، ژنرال لبلت، دانیل جولان و ده ها هنرمند و شخصیت فرهنگی علمی سیاسی جهان. بخشی از این گفتگوها به زبانهای پارسی و یا فرانسوی در دسترس شماست. برای تهیه آنها با ما تماس بگیرید.